سلام به همه بینندگان عزیز. امروز می‌خوایم درباره یک موضوع بسیار جالب و مهم صحبت کنیم. چطور جهان آینه ای از آگاهی ماست؟ شاید این جمله به نظرتون عجیب بیاد، اما فکر کنید هر چیزی که توی زندگیتون می‌بینید یا تجربه می‌کنید یک پیامی خاص داره و داره سعی می‌کنه توجه شما رو جلب کنه. اما آیا میدونید چطور میتونید با این جهان ارتباط برقرار کنید؟ چه چیزهایی رو باید توجه کنید و چه چیزهایی رو باید نادیده بگیرید؟ بیاین با هم به دنیای آگاهی و انرژی بریم و یاد بگیریم چطور میتونیم با توجه به افکار و احساساتمون زندگیمون رو تغییر بدیم. پس اگر آماده اید که به عمق این موضوع نفوذ کنیم و قدرت آگاهیتون رو بشناسید، با من همراه باشید. جهان آینه ای از آگاهی ماست. یعنی هر چیزی که در زندگیت میبینی یا تجربه میکنی یه جورایی داره سعی میکنه توجهت رو جلب کنه. بزرگترین مشکل اینجاست که بعضی وقتها بدون این که بدونیم به چیزها واکنش نشون میدیم. اما اینطور نیست که هر چیزی که در زندگیت اتفاق میفته لازم باشه تو اون رو تجربه کنی، مگر اینکه خودت بهش توجه کنی. شاید عجیب به نظر برسه، اما واقعا ارزش فکر کردن رو داره. ما امروز به 14 نکته اصلی خواهیم پرداخت که به ما کمک میکنه بفهمیم چطور میتونیم با جهان و آگاهیمون ارتباط برقرار کنیم. نکته اول قدرت توجهه. وقتی به چیزی توجه نکنی، اون اتفاقات و شرایط دیگه نمیتونن روی حال و هوای تو اثر بذارن. خیلی ها میگن افکار واقعیت رو میسازن، ولی افکار به تنهایی قدرتی ندارن. اونا فقط تلاش میکنن که توجهت را جلب کنن. این تویی که با توجه کردن یا بی توجهی به اونا تصمیم میگیری چه اتفاقی بیفته. وقتی به یک فکر مثبت توجه میکنی، انرژی و تمرکزت رو به اون سمت میبری و نتیجهش رو توی زندگیت میبینی. پس کلید ارتباط با جهان اینه که انرژیت رو به افکار مثبت هدایت کنی و افکار منفی رو نادیده بگیری، یا به عبارتی بهشون بیتوجهی کنی. نکته دوم اینه که خواسته های خودت رو به جهان نشون بدی. حالا اصل ماجرا اینه که از لحظه‌ای که به دنیا میای، جهان ازت میپرسه چی میخوای. تو باید یاد بگیری چطور این خواسته هات رو به دنیا نشون بدی، چون جهان حرف نمیزنه. اون فقط به واکنش ها و ارتعاشات تو گوش میده. هر واکنشی که نشون بدی، جهان اونو به عنوان یک بله در نظر میگیره. اگر یاد بگیری اینو درست بفهمی، مثل یه رهبر ارکستر ماهر میتونی افکار و احساساتت رو مدیریت کنی و اونایی رو که میخوای تقویت کنی. نکته سوم تمرکز روی هدفته. وقتی تصمیم میگیری توجهت رو روی یه بخش خاص از زندگیت متمرکز کنی، در واقع داری اون بخش رو تقویت میکنی، و برعکس وقتی به چیزی توجه نمیکنی، داری به جهان میگی که علاقه به حضور اون توی زندگیت نداری. این درک بهت نشون میده که چقدر قدرت داری توی ساختن زندگیت. توجه تو مثل پلیه که از طریق اون خواسته هات رو به جهان میرسونی و زندگیت رو به شکلی که دوست داری هدایت میکنی. نکته چهارم زمان حال و واقعیته. جهان در حکمت بیپایان خودش فقط زمان حال رو به عنوان واقعیت میشناسه، چون همه چیز در همین لحظه اتفاق میفته. ممکنه که به آینده فکر کنیم یا برنامه ریزی کنیم، اما این فکرها فقط پژواکن. تنها صدای واقعی که جهان میشنوه همین الان و همین لحظه است. وقتی جهان رو به عنوان بازتاب آگاهی ببینیم، متوجه میشیم که فکر کردن در واقع نوعی ارتباط با این آگاهی وسیع جهانه. پنجم تجسم خواسته هاست. جهان افکار و احساسات ما را یه جور دیگه نسبت به چیزی که ما در ابتدا تصور میکنیم درک میکنه. مثلا اگر دائم بگیم من میخواهم موفق بشم، جهان اینطور برداشت میکنه که انگار داریم میگیم من هنوز موفق نشدم. در عوض باید حس کنیم که انگار از قبل چیزی که میخواییم رو داریم. به عبارت دیگه باید به گونه ای رفتار کنیم که انگار به اون هدفی که داریم دست پیدا کردیم. وقتی این حس رو در خودمون ایجاد کنیم، ارتعاشات انرژی ما با نیروهای خلاق جهان همراستا میشن. ششم تجسم و احساساته. ارتباط با جهان فقط به بیان خواسته ها محدود نمیشه، بلکه باید اون خواسته ها رو
در ذهن و احساسات خودمون تجسم کنیم. درک چگونگی صحبت با جهان همان نقطه‌ای که آگاهی ما شروع به گسترش می‌کنه. این مسیر مثل یادگیری یک بازی پیچیده است که قوانینش همیشه مشخص نیستن. هفتم، بازی زندگیه. زندگی برخلاف یک داستان خطی، یک بازی پویا و تعاملیه و میزان مهارت ما به آگاهیمون از ابعاد مختلف این بازی تعیین میشه. مثل بازی پوکر، وقتی با بازیکنان حرفه‌ای بازی میکنی، تازه کارها معمولاً اسیر حرکات استراتژیک اونها میشن. همونطور که وقتی آگاهی خودت رو از متغیرهای بیشمار زندگی بیشتر میکنی، تواناییت برای هدایت پیچیدگی‌های زندگی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی یاد گرفتن قوانینی که گفته نشده، ولی وقتی اونها رو بفهمی، میتونی تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیری و کنترل بیشتری روی واقعیت زندگی داشته باشی. هشتم، گوش دادن به درونه. دنیای اطرافت در این بازی زندگی پر از متغیرها و عوامل مختلفه و هرچی بیشتر از اونها آگاه بشی، بهتر میتونی مسیرت رو پیدا کنی و واقعیت دلخواهت رو بسازی. دنیا مثل بازی که ما توش هستیم و هرچی بیشتر متغیرها و قوانین این بازی رو بفهمیم، بهتر میتونیم توش بازی کنیم. وقتی آگاهیمون رو گسترش میدیم و بیشتر از دنیا سردر میاریم، دیگه یک بازیکن منفعل نیستیم که فقط اتفاقات رو قبول میکنه، بلکه به یک بازیکن فعال تبدیل میشیم که انتخابهاش رو آگاهانه انجام میده و این انتخابها با خواسته ها و اهداف واقعیمون همسو میشن. نهم، سیستم راهنمای درونیه. مرحله بعدی گوش دادن به سیستم راهنمای درونیمونه. همون چیزی که مثل قطب‌نما توی این جهان پر از انرژی عمل میکنه. جهان زبان انسانها رو نمیفهمه. اون با انرژی صحبت میکنه. کلمات گاهی نمیتونن واقعیت درونی ما رو نشون بدن. ولی احساساتمون بهترین راه برای ارتباط با جهان هستن. احساسات ما در واقع جوابهای درونی ما هستن. وقتی چیزی حس خوبی داره، یعنی همراستا با مسیر واقعی ماست. ولی وقتی حس بدی داره، اون نشونه یه که داری از خود واقعی دور میشی. نکته دهم، اعتماد به حس‌های خوبه. حالا وقتی به حس‌های خوبت اعتماد میکنی و دنبالش بری، دیگه لازم نیست زیاد فکر کنی. اون حس خوب راهت رو نشون میده و بهت کمک میکنه با مسیر واقعی زندگیت هماهنگ بشی. مرحله بعدی اینه که از قدرت تکرار استفاده کنی. این تکرار کمک میکنه ناخودآگاهمون هم با جهان هماهنگ بشه. ضمیر ناخودآگاه ما خیلی شبیه به شیوه عمل قانون جذبه. اون به افکار سطحی و گذرای ذهن خودآگاه توجهی نمیکنه و به هر چیزی که بهش توجه بیشتری بشه، چه واقعی و چه خیالی، پاسخ میده. مثلا وقتی به گذشته های بد فکر میکنیم، ناخودآگاه فکر میکنه اون اتفاقات دارن همین حالا اتفاق میفتن و این باعث میشه دوباره همان تجربیات رو جذب کنیم. پس خیلی مهمه که در لحظه حال ببونیم و از تمرکز روی زخم های قدیمیمون دوری کنیم. دوازدهم، مسئولیت و تغییره. ناخودآگاه بی‌طرفه و مثل یه مخزن از داده ها عمل میکنه. هر چیزی که بیشتر بهش توجه کنی وارد زندگیت میشه. برای همین اگه به خودت دائما بگی که من مطمئن ترین آدمم، ناخودآگاهت هم این رو قبول میکنه. وضعیت فعلی تو مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که روی چیزی که میخوای تبدیل بشی تمرکز کنی. با تکرار جملات تاکیدی مثبت کم کم انرژیشون با ناخودآگاه ترکیب میشه و اون شروع میکنه به تجلی این تغییرات در زندگی واقعیت. وقتی واقعا حس کنی که اعتماد به نفست بیشتر شده، این رو در رفتار و تجربهات هم میبینی. نکته 13، تو خود جهان هستی. کلماتی که به کار میبری به طور طبیعی بازتابی از اعتماد به نفس جدیدته. همیشه به این حقیقت اساسی توجه کن که تو خود جهان هستی. صحبت کردن با جهان یعنی صحبت کردن با بخش برتر و آگاهتر خودت. این تو هستی که اختیار زندگیت رو در دست داری و میتونی آگاهانه کنترلش کنی. پس مهمه که به درونت توجه کنی، حالت درونیت رو پاک و مرتب کنی و به خودت زمان بدی برای پاکسازی و آرامش. و 14، انعکاس حال درونی. جهان همیشه حالت درونی تو رو بازتاب میکنه. وقتی مسئولیت این حالت رو به عهده میگیری و آگاهانه ذهنت رو با افکار مثبت و انرژی خوب همسو میکنی،
ارتباط قوی تر و موثرتری با جهان برقرار میکنی. بیاد داشته باش که واقعیت زندگیت مثل یک بوم نقاشی است و تو نقاش این اثر هستی. تو میتونی با آگاهی و انتخابهای درست شاهکار خودت رو خلق کنی. امیدوارم که این نکات به شما کمک کرده باشه که به آگاهی و انرژی هاتون بیشتر توجه کنید. یادتون باشه که شما خود جهان هستید و با انتخاب‌ها و افکار مثبت میتونید واقعیت زندگیتون رو بسازید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگر دوست دارید در ویدیوهای بعدی هم با ما همراه باشید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید.